درست در وقوع حمله جنایتکارانه و اشغال نظامی بیمارستان اشرف که منجر به مجروح شدن ده ها تن از ساکنان آن شد، رژیم مزدوران و پادوهای وزارت اطلاعات رو جلوی در و اشرف جمع کرده بود که این عمل جنایتکارانه رو حمایت میکردن، میمونوار روی دکل بلندگو رفته بودند، فیلم و عکس میگرفتن به اظهار شادمانی میکردن. این هماهنگی بین وزارت بدنام اطلاعات و کمیته سرکوب اشرف در سفارت بدنام آخوندها در بغداد انجام شد. یکی از این گماشت‌های وزارت نجاست که اون هم از این عمل جنایتکارانه داشت حمایت میکرد، اظهار خوشحالی میکرد، خودشو پسر من معرفی میکنه، در صورتی که هیچ نسبتی با من نداره، چون مزدور خودفروخته رژیمه و مایه ننگ ماست. خامنه‌ای دشخیم جلاد بعد از رسواییش در ضلع جنوبی اشرف و شکست مفتزانش در بیمارستان اشرف جنون گاوه گرفته بود. درست دو روز بعد از این جسخیزهای میمونوار برای اینکه به نیروهای ریزشی و مزدوران سیرک ولایت جلوی درب اشرف روحیه بده، دست به اعدام مجاهد قهرمان علی ساره میزد که این جنایت هم یک واقعیت رو نشون میده. فرزند مجاهد قهرمان علی سارمی، اکبر سارمی، یک مجاهد اشرفیه که ما به وجودش افتخار میکنیم و برای آزادی مردم ایران با هم همسوگند هستیم. الان سوال اینه که خمینی جلال دشخیم چرا دست این کارا میزنه؟ بعد از حمایت‌های گسترده عراقی و بین‌المللی از اشرف، بخصوص قطعنامه 25 نوامبر پارلمان اروپا و کنفرانس بین‌المللی پاریس و دولت شراکتی عراق که دست این جنایتکارا را از عراق کوتاه میکنه، خامنه‌ای دشخیم به وحشت افتاده و میخواست اقدامات سرکوبگرانه جدیدی را برای اشرف اقدام کنه. ولی من از همینجا به ولی فقیه تلسیگسته دشخیم میگم تو هیچ غلطی نمیتونی بکنی، ما از سانت به سانت اشرف دفاع میکنیم، چون اشرف کانون استراتژیک نبرده و مثل همه اشرفی ها میگم بیا بیا بیا. همونطور که پدرم گفت، ولی فقیه تلسم شکسته از یک طرف در گرداب بحرانهای داخلیش فرو رفته و از طرف دیگه تحت فشارهای بین المللی قرار داره و هر روز آبروش بیشتر میره و رسواتر میشه و جنون برش داشته و یکی از همین حرکات جنون‌آمیزش حمله وحشیانش به بیمارستان اشرف در 5 دی ماه بود. خامنه جنایتکار علاوه بر حمله به بیمارستان اشرف در 5 دی ماه، جست و خیزهای میمونوارش رو هم اضافه کرده و از آخرین فرصتها داره استفاده میکنه که مرهمی بذاره بر روی زخمهاش، زخمهای عمیقی که ناشی از ضربات اشرف و مقاومت چه در صحنه عراق و چه به لحاظ بین المللیه تا اینطوری نیروهاش روحیه بده. البته باید بگم که هیچ غلطی نمیتونی بکنی و معلومه که پیشرفتهای مقاومت که این روزا شاهدش هستیم خوب به خال خورده و دیوانه شده و معلومه که از همین اشرف به عنوان کانون استراتژیک نبرد چقدر واهمه داره، برای که خوب میدونه که همین اشرفه که خشت به خشته شما جرثومه های فساد و پلیدی و تباهی رو از ایران زمین پاک میکنه. حالا هر چی میخوای، از هر مدلی که میخوای، مزدور بیار جلوی در اشرف که صبح تا شب برای زوزه بکشن، ولی بدون که هیچ خللی در عزم و اراده ما مجاهدین به وجود نخواهی آورد و دجالبازی به اسم خانواده دیگه به تای خط رسیده و عمرش تموم شده و
ما مجاهدین عزممون جزمه که تو رو سرنگون بکنیم و تا آخرش هم ایستادیم. صحنه های ضرب و شتم برادرانمون در بیمارستان رو و چهره های خونالودشون رو که می دیدم و از طرف دیگه جست و خیزه بوزینواره برید مزدوران یا بهتر بگم سرسپردگان مفلوک آخوندی رو که اون وحوش رو تشویق و همراهی می کردن و از جمله برید مزدوری به اسم مهران که ادعا می کنه برادر منه که البته هیچ نسبتی با من نداره، از اون طرف در چهره های برادرانمون من جز وطن پرستی، آزادی خواهی و شرافت نمی دیدم و در چهره های شما مزدوران جز فلاکت و بدبختی و ذلت نمی دیدم. آخوند بیچاره و کمیته سرکوبش با شکنجه و سرکوب و اعمال محدودیت های پزشکی می خواد ما را از مقصد آزادی دور بکنه. به ولی فقیه ترس شکسته و پابگور میگم که فکر نکن که با اعدام خانواده واقعی ما مجاهدین مثل علی صارمی میتونی چند سبایی به عمرت اضافه بکنی. واقعیت اینه که علی صارمی از سمبولهای ایستادگی ملت ما برای کسب آزادی بود و اون ایستادگی ستایش انگیزش رو از اشرف الهام میگرفت. اشرف که الهام بخش ایستادگی ملت ما برای سرنگونی همین آخونداست و برای همین هم هست که این همه از اشرف ترس و هراس داره. البته از همین تشبثات و جنایت ها میشد فهمید که پوزه ولی فقیه ارتجا خوب به خاک مالیده شده و دم موش ولایت در جلوی درب اشرف خوب تناپید شده. من به عنوان یک اشرفی و از جانب همه اشرفی ها میگم که پیام خون علی صارمی و مهدی فکی به عنوان سمبل ایستادگی اشرف هر دو یک مضمون داره. مجاهدش چه در 6-7 مرداد زیر تیر و تبر و دشنه و یا مثل علی صارمی در زندان و یا مثل مهدی فتی که در زیر شکنجه های طولانی مدت به دلیل عدم رسیدگی های پزشکی، هیچ فرقی با هم نمی کنن. مثل کو ایستادن تا پوزه ولی فقیه ارتجاع رو به خاک بمالن و منتظر اون روز باش که ارتش آزادی بخش دمار از روزگار شماها در بیاره و به قول مسئول اول سازمان پر افتخار مجاهدین، ما زن و مرد جنگیم، بجنگ تا بجنگیم.